درود دوستان، من مریم پور اسکندری هستم و امروز میخواییم با هم دیگه موتیف گل زغال اختر رو ببافیم. از این رنگ کاموا استفاده میکنم، قلاب شماره 3.5، سوزن برای تمیزکاری انتهای کار و قیچی. بریم که شروع کنیم. برای شروع نخوی گره میدیم و 10 تا زنجیره میزنیم و به اولین زنجیره بست میزنیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 و 10. به اولین زنجیره بست میزنیم تا یک دایره تشکیل بدیم، یک حلقه تشکیل بدیم. پنج تا پای بلند داخل حلقمون میبافیم. اولین پای بلند من توی تمام رچ‌ها یک پای کوتاه، اینو یادتون باشه، و 2 تا زنجیره هستش. 4 تا پای بلند دیگه میبافیم که با این اولی میشه 5 تا. این 2, 3, 4, 5. 7 تا زنجیره میزنیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 و 7. دوباره 5 تا پای بلند دیگه توی همین. 1, 2, 3, 4 و 5. دوباره 7 تا زنجیره، 5 تا پای بلند. 2 دفعه دیگه این کار تکرار میکنیم. انتهای کار 7 تا زنجیره میزنیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 و 7. و به اولین پای بست میزنیم. اولین پای ما یک پای کوتاه 2 تا زنجیره بود توی زنجیره دومش. من توی 2 حلقه بست رو میزنم، حلقه بالایی و حلقه پشتی. این بافت ما در پایان رج اولمون هستش. رج دوم توی همین پایی که بست زدیم یه دونه پای بلند میبافیم که همونطور که گفتم پای بلند اول من توی تمام رج‌ها یک پای کوتاه و 2 تا زنجیره هستش. توی پای بلند بعدی یه دونه پای بلند دیگه. توی بعدی 2 تا پای بلند. 1 و 2. توی 2 تای بعدی هر کدوم 1 پای بلند. 1 و 2. 2 تا زنجیره. توی فاصله 7 زنجیره ایمون 3 تا پای بلند. 1, 2, 3, 5 تا زنجیره. 1, 2, 3, 4, 5 و 3 تا پای بلند دیگه. 1, 2 و 3. 2 تا زنجیره. توی پای بلند بعدی یه دونه پای بلند، توی بعدیش هم یه دونه پای بلند. توی بعدیش 2 تا پای بلند. 1 و 2. و توی 2 تای بعدی هر کدوم یه دونه پای بلند. و این روند رو ادامه میدیم. یعنی 2 تا زنجیره توی فاصله 7 زنجیره مون 3 تا پای بلند، 5 تا زنجیره 3 تا پای بلند، دوباره 2 تا زنجیره و کارو ادامه میدیم تا انتهای رج. انتهای رج 2 تا زنجیره رو فراموش نکنین و بعد بس بزنین.
لج سوم دو تا زنجیره میزنیم، نخ پشت قلاب، قلاب وارد پای بعدی میکنیم، میاریم بیرون، دو تا حلقه اول رو با هم یکی میکنیم، نخ پشت قلاب، وارد پای بعدی، میاریم بیرون، دو تا حلقه اول، نخ پشت قلاب، پای بعد، میاریم بیرون، دو تا حلقه بعد، و این کار برای این پایه ها تکرار میکنیم. حالا 6 تا نخ روی قلاب میمونه، نخ پشت قلاب 6 تا رو با هم یکی میکنیم. 5 تا زنجیره، 1، 2، 3، 4 و 5. رسیدیم به این قسمت. توی این قسمت اولین پایه رو رد میکنیم، توی دومیش یک پای بلند، سه تا زنجیره. توی فاصله 5 زنجیره ای 2 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پای بلند، 1، 2، 2 تا زنجیره، 2 تا پای بلند دیگه، 1 و 2، 3 تا زنجیره، 1، 2، 3. پای بلند اول رو رد میکنیم، توی دومی 1 پای بلند، 5 تا زنجیره، 1، 2، 3، 4، 5. رسیدیم به این دسته 6 تایمون. نخ پشت قلاب وارد پای اول میکنیم، 5 تا پای بلند میخواییم با هم یکی کنیم، 2 تا حلقه اول، دوباره 2 تا حلقه اول، هفت تا نخ روی قلاب میمونه و نخ پشت قلاب همه رو با هم یکی میکنیم. دوباره 5 تا زنجیره و این روند رو تکرار میکنیم تا انتهای رج. انتهای رج 5 تا زنجیره میزنیم و به اولین پای بافت خوشه ایمون بست میزنیم. میریم برای رج چهارم. رج چهارم تو همین پایی که بست زدیم یه دونه پای کوتاه. اگر که فکر میکنیم ممکنه گم کنیم این دونه اولتون رو، داخلش یه دونه علامت بذاریم. توی فاصله 5 زنجیره بعدیمون 3 تا پای کوتاه، 1، 2 و 3. توی پای بلند بعدیمون 1 پای کوتاه. توی فاصله 3 زنجیره بعدی 3 تا پای کوتاه، 1، 2 و 3. توی پای بلند بعدی یه دونه پای کوتاه. توی بعدیش هم یه دونه پای کوتاه. توی فاصله 2 زنجیره بعدی 3 تا پای کوتاه، 1، 2، 3. توی 2 تا پای بلند بعد هر کدوم 1 پای کوتاه، 1 و 2. توی فاصله 3 زنجیره بعدی دوباره 3 تا پای کوتاه، 1، 2 و 3. توی پای بلندمون 1 پای کوتاه. توی فاصله 5 زنجیره ای 3 تا پای کوتاه، 1، 2 و 3. توی این پای خوشه ایمون یه دونه پای کوتاه. توی فاصله 5 زنجیره دوباره 3 تا پای کوتاه. به همین ترتیب تا انتهای رج توی فاصله زنجیره هامون 3 تا پای کوتاه، توی پایه هامون 1 دونه پای کوتاه تا انتهای رج. و به انتهای رج که رسیدیم و اولین پایه که زده بودیم بست میزنیم، یه زنجیره میزنیم و نخ رو قطع میکنیم. انتهای کار نخهای اضافی رو از پشت به صورت رفت و برگشت داخل بافت پنهان میکنیم و برمیگردم. اینم نتیجه نهایی و کار ما در انتها به این شکل در میاد. امیدوارم ببافین و از بافتش لذت ببرین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفا من رو حمایت کنین و ویدیوهای بعدی رو با هم همراه باشین.